خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو دو هفته پیش گزارش را در مورد نتایج حضور 14 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان به سازمان ملل متحد را کرده است. در این میان یک مقام روسیه گفته است که این گزارش به طور واقعی بررسی نشده است. در گزارش ناتو در مورد امنیت افغانستان اوضاع این کشور به طور واقعی بررسی نشده و بر اساس آن نیروهای بین المللی برای بهبود وضعیت امنیتی ماموریت جدید گرفتند. این گزارش طور تنظیم شده که ماموریت ناتو تکمیل گردیده و مشکلات اصلی این کشور حل شدند، در حالی که این موضوع با واقعیت‌های منطقه مطابقت ندارد. از سوی هم این مقام روسیه گفته است تلفات غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این خود نشان دهنده این است که طالبان هنوز تهدید جدی می باشد و همچنان مواد مخدر را نگران کننده خوانده. می گوید نیروهای بین المللی نقش خود را برای محو این پدیده ایفا نکردند. در گزارش ناتو در مورد کمک‌هایش در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با مواد مخدر در این کشور نیز معلومات مشخص ارائه نشده است، در حالی که افزایش کشت کوکنار و تولید آن در کشور نگران کننده بوده، ولی ناتو در این راستا به طور قطعی هیچ فعالیت نداشته است. روسیه همچنان اطمینان داده که مسکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر و آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه علیه این پدیده به همکاری خود ادامه می‌دهد.